خیلی خوشم اومد، واقعا که خوشم اومد ازت، آدم با مرام و با معرفت و اند مرام و آخرت معرفت رو همیشه دعوت میکنی، باهاش صحبت میکنی. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با حضور، حرف میکردن بره، میفرمودن که هرچی لوتی دنیا هست اگه بهش بگی آب بده دریا میده، بهش بگی گل بده گلستان میده، بهش بگی که چوب بده جنگل میده، بهش بگی مرام و معرفت بده آدرس و مشخصات تو رو میده. حالا برو سر سوالت میرم چه کار میکنی؟ سوال من در مورد فرمایشات اخیر مقام عظماست در این زمینه که فرمودن ما بدبختی ها و کمبود ها و مسائلی که الان توی مملکتمون داریم در اثر اسراف هست که میکنیم. من از صحبت این مقام عظما آنچنان دچار ضلالت شدم و در وادی ضلالت حیران و سرگردان شدم. از تو میخوام که زبون مقام عظما رو میفهمی، دوزاری منو بندازی که ایشون چی گفتن، آخه این چه حرفی بود که زدن، چی درسته؟ من اون وقتی همیشه میفهمدن بزن با حضور، عرض میکردم بله، میفهمدن که آدم حتی حضرت سلیمون هم باشه زبون همه یه جونه برا رو نمیفهمه. البته در مثل مناقشه نیست، نمیخوام بگی که مقام عظما مادر جونه بر هستن، حتما برای روشنی که ایشون حداقل با بعضی جونه برا تفاوتهایی میکنن، ولی میخوام بگم که در این زمینه منم بعضی وقتا که حرفهای ایشون رو نمیفهمم. شما همیشه مقام عظما رو زیر این ضرب صحبتاتون له و لغده میکنین. من اصلا دیگه هیچ وقت سوال در مورد ایشون طرح نمیکنم. سوالی دارم در مورد نامه آقای سردار محمد جعفری رئیس سپاه، رئیس جدید سپاه. یه نامه مفصل نوشتن آقای دکتر بزن بادور، من جدیدم، تو موضع بسیار حساسی قرار گرفتم، موضعی که تا همین الان دو سردار، یکی برادرمون سبزعلی رضایی و دیگری یحیی رحیم صفوی از اون ریختن. من همین چند وقت پیش مقام عظما با دستای مبارک خودشون سردوشی زدن رو دوشم و رئیس سپام کردن، ولی دست و دلم میلرزه. نه فکر کنیم به خاطر اینکه میخوان ببرنمون توی لیست، نه به خاطر اعتراضات گسترده، نه به خاطر اینکه همین چند روز پیش رادن رو زدن، الانم بستریه. نه، به جون مقام عظما، به جون خود مقام عظما من از این چیزا خیلی نمیترسم. من از روزی میترسم که مقام عظما مجددا منو ببرن در دست خودشون مثل برادرمون یحیی رحیم صفوی. اول بهت بگم که چرا این محمد جعفری مشنگ با اسم مستعار و با مختصر شده حروف اول اسمش امضا نمیکنه و کامل مینویسه محمد جعفری. من نمیدونم علتش اینه که اونایی که این کارو میکنن میخوان یه آبروی رو حفظ بکنن، ولی خب این چی رو حفظ بکنه؟ قصد که از صد تومن گذاشت برو چلو کباب بخور. گفتم چلو کباب، یاد یکی از خرابکاریهای همین محمد جعفری افتادم. تو یک همایشی بود بین المللی که اشتباه کرده بودیم، اینم همچنین ریخته بودیم قاطی باشی برده بودیم اونجا غذای ایرانی بهش دادن، گفتش که چلو کباب میخورم، طرف گفت با کمال میل، گفت نخیر با دوغ و سماق، شعورش نمیرسید که کمال میل با دوغ و سماق فرق میکنه. این وضعیت نمره شعور ایشونه که واسه سوال کرده. یه دلیل دیگه هم داره که این حروف اول اسمش رو نمی‌نویسه، به خاطر اینکه سردار محمد جعفری اگه بنویسی میشه سمج، که باز البته سمج 10 بار از شعور این بیشتره، ولی بالاخره خودش فکر می‌کنه که باید اسم دیگه‌ای بنویسه. اما برگردی به سوال، رابطه محمد جعفری با یحیی رحیم صفوی که الان ریزش کرده و بریده و دوران نقاهت بعد از بریدگی رو میذاره کنار خود مقام عظما، معادل همون تئوری استراتژیکی و دکترین فروش خره که مرحوم عبوی همیشه میفرمودن. چه دکترینی هست؟ مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با حضور، عرض میکردم بله، میفرمودن که یه یارو رفت خرش رو بفروشه، یک لحظه توی روندی که میخواست بره خر رو بفروشه خوابش بود، چرتش گرفت، وقتی که بیدار شد دید خره داره پول میشوره، خره اینو فروخته بود. همون کاری که ایشون با رئیس صفوی کرد، تا رئیس صفوی به خودش اومد دید که ایشون رو فروخته، خودش داده رئیس. آیه دکتر بزنبادار برنامه رو ادامه میده. یه آقای پرسیدن که چرا آقای احمدی نژاد با وجودی که پارسال تو پلیتکنیک اون بلا سرشون اومد باز مجددا امسال رفتن تو دانشگاه تهران، بازم این کارو ادامه دادن. من این سوالو تو جلسه کابینه داشتم، ولی راستش از دندونای اجایی که بغل دستم نشسته بود ترسیدم، گفتم یواشکی که از شما بپرسم. با حضور مشاور گردن کلفت و کاردان مثل شما آقای دکتر بزنبادار، چرا ایشون این اشتباه رو مجددا تکرار کردن؟ ایشون امضا کردن غین الف، آدم نکرده امضا بکنه، امضا نمیکردن معلوم بود که این نامه احمقانه مال کسی نمیتونه باشه غیر از غین الف غلام حسین الهام. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با حضور، عقل کردم بله، میفهمودن که یک آدم احمقی رفت پلو دکتر میخواست بهش پنیسیلین بزنه، گفت قبلا زدی؟ گفت بله زدم، دکترم پنیسیلین رو زد،
همچنین که زد این شروع کرد لرزیدن، این سوسک که امشی خورده دور خودش میچرخید و میلرزید، حساسیت داشت. بالاخره با یه بدبختی اینو دیگرش کردن، درستش کردن. دکتر گفت ناچس، ما که از تو پرسیدم پس چرا گفتی قبلا زدم؟ گفت قبلا زدم ولی هر وقت میزدم همینجوری میشدم بازم. این حکایت وضعیت آقای دکتر احمدی نژاده که یه بار پارسال تو پلی‌تکنیک اینجوری شد، بعد دوباره رفت توی دانشگاه کلمبیا همینطوری شد. ولی به هر حال آرزو دیگه، آرزو برایشون عیب نیست. اول باید بگم که وضعیت دانشگاه کلمبیا وضعیتی بود که من اصلا زبونم از توصیفش قاصره. البته همه جا اعلام کردیم که پیروزی بزرگی بود، خیلی پیروزی بزرگی بود، ولی به هر حال آدم راضیه که با دماغش در آهنی رو بزنه، صداش رو در بیاره، با پاش دنده عوض بکنه، پنچری قطار بگیره، گابا هم ببنده به خودش 10 هکتار زمین رو شخ بزنه، ولی دانشگاه کلمبیا نره. با این وضعیتی که ایشون رفتن، این وضعیتی که میخوام به سرسته بگم که چه بلایی به سر ایشون اومد. اما به هر حال فکر میکنم که ایشون موفق شدن که مسئله رو حل و فصل بکنن. با سخنرانی بعدی که تو دانشگاه تهران کرد، به نظر من مسئله کلمبیا رو راحت حل و فصل کرد، با دکترینی که خود مرحوم عمدی برای من تصریح کردن. مرحوم عمدی همیشه میفرمودن بدم باهدور، عرض میکردم بله، میفرمودن اگه دندون رو درد گرفت و هیچ دندون پزشکی نتونست کاری برش بکنه، هیچ راهی برای اینکه این درد رو آروم بکنی پیدا نکردی، برو چی رو پیدا کن، بگو با چوب محکم بزن تو کندن. وقتی که با چوب میزنه تو کندن، درد سرت باعث میشه که دیگه دندون درد رو یادت بره. همین اتفاقی که دانشگاه تهران برای ایشون افتاد. ولی ایشون بالاخره مثل آدم های آرزومند با دانشگاه تا مگه ایشون خودش دانشگاهی نبوده؟ نقل بپرم ایشون به هر حال مفهومی که عرض کردم، به هر حال آرزو همیشه بر آدم هایی هستن که عیب نیست. شما نگاه بکن، جوجه تیغی همیشه آرزو میکنه که یه روزی یکی نازش بکنه، گوسفند همیشه آرزو داره که یه روزی که سوار وانت بشه اون جلو بشینه، آقای دکتر احمدی نژاد آرزو داره که یه دانشگاهی بالاخره تو دنیا پیدا بشه که ایشون بره توش صحبت بکنه و آب از آب تکون نخوره یا حداقل فضیحت به پا نشه. فعلا که ایشون از پلی تکنیک به کلمبیا، از کلمبیا به دانشگاه تهران چرخیدن، از این ور دنیا تا اون ور دنیا، همچین دانشگاهی فعلا ساخته نشده. یک برادر پاسدار که از شیفتگان آقای رفسنجانی هستن، با اشک و آه ببینین تمام آثار اشکشون روی این نوشته ها رو به هم جمع شده که نمیشه خوند. به اسم مختصر سین این ر رئیس با تاکید بگی بله. همون بعد از توی دیگه فهمیدم سبزدی رضایی نوشته دیگه بله، رئیس سابق سپاه خوب. نوشتن چرا مقام عظما هر وقت و بی وقت لگد به این استوانه سابق نظام میزنن، مگه ایشون کیسه بوکسن که اینطوری سرشون میاره؟ من قبل از اینکه جواب سوالت رو بدم یک سوال استراتژیکی میکنم که اون شم استراتژیکی تو بسنجم. فرق آدم با هواپیما چیه؟ آدم با هواپیما، هواپیما اول راه میره بعد بلند میشه، آدم اول بلند میشه بعد راه. آفرین. حالا سوال بعدی میره که فرق این سبزدی رضایی با هر دو اینا چیه؟ نمیدونم آقای دکتر. خب دیگه این مال کلاس بالاتر استراتژیکیه. هر دو اینا چه آدم چه هواپیما، بالاخره وقتی میخوان راه برن راه میرن. این یکی وقتی میخواد حرف بزنه راه میره. همیشه هم همین جوریه. با این سوال احمقانه که کرده، بیخود نیست که این سر سپاه بوده و رفته اینطوری بریده. مقام عظمای ولایت خوب میفهمه که به کی باید لقب بزنه، به کی نباید بزنه. کی باید بزنه، کی نباید بزنه. ایشون بالاخره لگداش و گفتگوهایی که میزنه، البته من در مثل مناقشه نیست، بالاخره با حساب کتابه. مرحوم اولی همیشه میفرمودن بزن بهادر، از میکردن بله. میفرمودن که یه یارو مادرش فوت کرده بود، تو مراسم خط به مادرش گفتن چی شد مادر شما فوت کرد؟ گفتی چی؟ ایشون رفته بودن رخ بند کنن بالا پشت بوم، اونجا افتادن پایین. گفت خب وقتی افتادن پایین مردن؟ گفتش نه، افتادن بالای کولر، کولر افتاد پایین. گفت خب بعد اون موقع فوت کردن؟ گفت نه، از روی کولر افتادن رو تراس، تراس هم خراب شد اومد پایین. گفت بعد همون موقع فوت کردن؟ گفت نه قربان، اونجا افتادن رو سقف گاراژ، سقف گاراژ هم خراب شد اومد پایین. گفت بعد بالاخره اون موقع مردن؟ گفت نه خیر، ما دیدیم این همینطوری داره کل ساختمون رو خراب میکنه، با تفنگ زدیم کشتیمش. الان وضعیت مقام عظما و استوارهای نظام مثل همین استوارهایی که اسپوردی همین جوریه. یه جایی وقتی میبینی کلیت نظام داره میاد پایین، باید تفنگ رو برداره، یه بالاخره تیری، تفنگی، لگدی، توفی چیزی براشون بندازه. برو سر سوال بعدی، اینجا وارسا که هرچی توضیح بدم یه چیزای بیشتری خراب میشه. آیا دکتر بودن بادور، یک نامه داریم از مصطفی محمد نجار که ضمن این که خیلی سلام کردن به شما گفتن که آی پسی پشه. گفتن آی دکتر بزن بادور، همینجور که مستحضرید من الان شدم وزیر دفاع،
الان من میتونم بیام تو کلاس استراتژی که شما شرکت کنم یا نه؟ بیشیم بابا، بیشیم بابا، خیلی مونده تا به کلاس ما برسی. تو فعلا باید بری از گاو و مورچه و کلاغ و کرم و دیوار درس یاد بگیری. اینا چی مثلا کلاس ما فحش داره؟ نه قربان برم، این لایق نیست به فحش بدم. من براش این بحثو قبلا باز کردم، گفتم در سطح شعور تو باید از اینا درس بگیری. مرام فقط مرام گاو که نگفت، من گفت ما صفا صفای مورچه، که هر چقدر که ناراحت شد کسی اشکشو ندید. مروبت مروبت کلاغ، نه به خاطر سیاهیش، به خاطر یه رنگیش. رفاقت رفاقت کرم، نه به خاطر کرم بودنش، به خاطر خاکی بودنش. معرفت معرفت دیوار، که هر کس اونا کسی میتونه بهش تکیه بده و آخ نمیگه. تو این چیزا باید یاد بگیری، بس شاید من تو کلاسم از امتحان بگیرم. بیا تو کلاس، اصلا دیگه خوشش ندارم. آیه دکتر بدنبادر، من تمایل دارم و میلم هست که الان که در صلح و صفا هستیم، دلم میخواد که همه الان برنامه رو قطع کرده و خداحافظی کنیم. خداحافظ شما.